سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستیم. امیدوارم که تا انتها همراه من باشید. بتلای فوق جذاب، عالی، یعنی در حد، یه چیزی میگم اصلا یه چیزی میشنوید دیگه، اصلا یه چیز فوق العاده. از کاپ 6950 ببینیم تا چه کاپی میتونیم بریم بالا. امیدوارم که یه رنگ 30 40 اینا براتون بزنم، کیفش رو ببرید. و اگه جدید هستید لطفا من رو سابسکرایب بکنید تا ادامه راه با من انرژی داده باشید. بریم داشته باشیم گزارش بازی رو. خب ما پیکار رو میندازیم از عقب. بالونش رو چیز خاصی نداریم برای دفاع کردن، پس کاری نداریم با بالونش. پس ما یه دونه دارک توینز از پشت میندازیم، پشت پکا، و بعدش گریویارد میندازیم. جلادش انداخته، ما جلادش رو با یه دونه تورنیدو وقتی که پر شد اکسیرمون میزنیم میاد نزدیکش به همین صورتی که دیدید. خب الان بازی کاملا انگاری که 0-0 دوباره شد. بریم داشته باشیم ادامه بازی رو. از اینجای بازی جذاب میشه. خب الان باید ما بمبه رو بندازیم تا پکامون بیاد. این بهترین راه هستش. بمبه رو تم میندازیم. اگه بالونش هم بندازه اول پکا میندازیم و بعد الکترو ویزارد. اینجا الکترو ویزارد انداختیم. یه جای بازی هم اول پکا رو انداختیم و بعد الکترو ویزارد. این خیلی بهتر بودش اگه این کار رو انجام میدادم، چون پکا وقتی جلو بره و الکترو پشتش توی اون لحظه بازی فوق العاده میتونست در واقع کار حریف رو سخت بکنه. الانم بهترین، میتونم بگم بهترین بالون سایکل باز در مقابلمون هست. رنگ 50 داره، خیلی خوبه، اصلا محشر. خب الان دیگه اینجای بازی ما پکا رو بازی میکنیم دیگه، وقتشه. و دیگه الان یه دونه بومبر میندازیم، حالا الکترو ویزارد. این که یه ضربه بزنه یا نزنه مونده به شرایط بازی. من اینجا تصمیم گرفتم ضربش رو بزنه به تاورمون و تورنیدو رو برای اینکه جلادش رو بکشونیم به سمت پکا استفاده بکنیم. این خیلی بهتر بود به نظر من. البته میتونستید بالون هم دفاع بکنید اگه خواستی، میتونید این کار انجام بدید، ولی اونجای بازی احساس کردم که تورنیدو رو استفاده نکنیم و در واقع اکسیر خرج نکنیم بهتره. الان اینجای بازی میتونید مشاهده بکنید که من اکسیر از حریف جلو هستم و این به خاطر همون ستای اکسیری هستش که مصرف نکردم و الان هم میتونم سه ستارهش بکنم، هم یک ستاره، هم دو ستاره، ولی احساس میکنم سه ستاره کردنش یه خورده راحت تر باشه چون جلادش به سمت تاور دومش هست. خب اینجا تورنیدو چیز در واقع یه عروض میندازیم و بازی تموم میشه. این از بازی اول. بریم نشه باشیم بازی بعدی رو که فوق العاده جذاب هستن، اصلا از دست ندید. خب پلیر بعدی یه پلیر لاواباز هستش فکر میکنم و خب همتون میدونید در جریان هستید که لاوا چقدر زد هستش. اصلا زدی لاوا هر چقدر بگم کم گفتم. خب بریم داشته باشیم اول کار این بالون میندازیم تا ببینیم حریفمون چهار تا کارت اولش اینفرنو داره یا نه. دیدیم که امکان 90% نداشت، چون اگه تو اینفرنو داشت 100% اینفرنو رو انتخاب میکرد برای دفاع کردن. و بریم که داشته باشیم ادامه بازی رو. زدن این ترکیب واقعا سخت ترین کار توی کلش رو دستش میتونم بتونیم به جرأت بگم. و اینم بگم که امیدوارم که این سیزن با دیدن ویدیوهای من بهترین سیزنتون باشه، بهترین فصلتون باشه و بتونید هر کاپی که میخواید تو مد نظرتون هست رو بزنید. خب الان اینجا لاواش رو بالاخره بازی میکنه، ما پکا رو از طرف مقابل میندازیم. این بهترین راه هستش دوستان. از طرفی که لاوا انداخته شما هیچ حمله‌ای نباید انجام بدید، چون ممکنه اینفرنتابلش رو از ته بندازه و اینطور اگه انجام بده دیگه الکترو ویزارد ما کار خاصی نمیتونه انجام بده و نمیتونه در واقع دفاعش رو دیفنس بکنه. خب اینجا ما با یه تورنادوی خیلی حساب شده دیدید چیکار کردیم دیگه. یه تابلوش رو گرفتیم، اینجا میتونیم راحت اینفرنوش رو حالا دفاع بکنیم، اینفرنو دراگونش رو.
امکان داره اینجا به همون ماینر بندازه، بله میندازه. ما سری بعد دارک پرینس رو ناکنی چطوری انداختم، سری جوری انداختم که آخرین ضربش رو به الیکترو ویزارد نزنه، بعد در واقع مجبور بشه که زپ رو استفاده بکنه. الان اکسیرش کاملا تحلیل رفته و دارک پرینسمون هم رسیده، ضربه زیادی وارد میکنه. صداش هم کمتر بکنم. خب دوباره لاوارامن بازی میکنه، ما تاور دومش رو بگیریم خیلی به نفعمون میشه، چون که وقتی لاوار انداخته 100% پشتش بالا میخواد بندازه دیگه، و وقتی این کار انجام بده 100% ما تاور دوممون رو از دست دادیم. چیز خاصی برای دفاع کردن نمیتونم در واقع استفاده بکنم. یه دونه الکتروویزارد دارم که 100% با این ماینر از دست میدمش. تورنیدو، او اشتباه انداختم، وای الان میتونه راحت منو شکست بده، مگر اینکه یه دونه گریویات بالون. خب حمله ها تقریبا برابره، ببینیم چی میشه. یه الکتروویزارد سری بیاد، 1700-1500 و تمام. 700، عجب بتلی بود، عجب بتلی بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بریم داشته باشیم بتل بعدی رو، که فکر میکنم بتل برای 7000 هستش. این بتل برای 7K شدنمون است و رویال گستش رو بازی میکنه، ما عروضمون رو بازی میکنیم تا کارت هایی که مد نظرمون هست بیاد. اینجا میدونه، یعنی فکر میکنم میدونه که میخواد با یه تورنیدو، میخواستم یعنی با یه تورنیدو گستش رو بکشونم به سمت کینگ تاورم و کینگ تاورم اکتیو بشه، و از این موضوع احساس میکنم با خبر بود و به خاطر همین موضوع بود که دارک پرینسش رو بازی کرد. الان اینجا کلی بهمون دمیج وارد کرده، اینجای گودلاک رو دادم که دیگه تمرکز کنیم، دیگه الان باید خیلی تمرکز بکنیم. یه الکترو ویزارد میندازیم، اینجا دیگه زمان اینه که ما کینگ تاورمون رو اکتیو بکنیم، و این بهترین حالت ممکن برای دفاع کردن هستش. حتی با مینی پکا، با مینی پکا هم بهتون نشون میدم که چطور میشه در واقع یه تاور رو نجات داد. خب فعلا برگردیم به ادامه بازی. الان دمیج خیلی از دست دادیم، یعنی اچ پی مون تقریبا خیلی کمتر از حریفمون هستش، و امیدوارم که بتونیم یه دمیج خوبی رو الان بهش وارد بکنیم، چون وقتی بگذره زیاد، وقتی در واقع تاورمون دمیج بخوره، در واقع دمیج دادن به تاور حریف برامون سخت میشه. به خاطر همین موضوع ما فعلا در واقع کارت هایی که داره رو باید از بین ببریم. فعلا گریویارد رو ننداختم، اینجا تورنیدو رو باید زودتر مینداختم، قبول دارم. دودل شدم که مثلا گریویارد رو بندازم یا تورنیدو، که اگه گریویارد رو مینداختم 100% بازی رو از دست داده بودم، چون اکسیری برای دفاع کردن کارت هایی که برای دفاع کردن گریویارد انداخته بود نداشتم. و حالا یه پکا میندازیم، فکر نمی کنم دیگه چیز خاصی داشته باشه. یه بومبر میندازم، بله به بدترین شکل ممکن کارت حمله ایش رو استفاده میکنه. الان بهترین راه برای حمله کردن گریویارد هستش، گریویارد و بالون، و بعدش تورنیدو. تورنیدو سریع باید بزنیم به بهترین شکل ممکن. اگه الکترو ویزارد رو مینداختش خیلی بهترم میشد، ولی فعلا داره خوب بازی میکنه. الکترو ویزارد رو بعد اینکه تورنیدو بندازم انداخت. اینجا بالون، یه ضربه آخر و تمام. اینجا دیگه باید دفاع بکنیم. زمان بازی رو ببینیم، 14 ثانیه مونده. خوبه، یه عروض آخر و تمام. خیلی خب، این بازی هم تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. همونطور که دیدید الان 7000 هستیم. بریم داشته باشیم بتل بعدی رو. خب از اسمش فکر میکنم که بشناسم، که فکر میکنم الکسیر گالم باز باشه. خب الکسیر گالم هم که خیلی ها تو مشکل دارید، 100% میدونم، چون که توی کامنت ها ترکوندید اینقدر گفتید که الکسیر گالم بذار. خب اینم یکی از پلیرهای مطرح هستش توی دک الکسیر گالم. خب ماجیک آرچر رو اول بازی میندازه، اگه الکسیر گالم رو دستش بود 100% همون کار انجام میداد، چون اصلا اسکیل نداره.
تنها ترکیبی هستش که اسکیل نداره تو این بازی الکسیر گالم. و خب الان گلدن نایت در برابر کارت دارک پرینس ما که اینجا مجبور شدم یه اروز بندازم، خب اینجا بالاخره بازیشو انجام میده دیگه. خب ما سمتی که این همشه یادتون باشه، این یکی از نکات خیلی مهم است برای ترکیب بنده، وقتی که میبینید از طرف مقابلش، از طرف مقابل یعنی پکا، الکسیر گالم رو انداخته، زیاد کاری باش نداشته باشید. از من به شما نصیحت در واقع. خب الان اینجا دونه بومبر و یه دونه دارک پرینس، خب گالدن نایتش رو میندازه. هیچ چشم داشتی برای دفاع کردن فکر میکنم نداشته باشه و ما اینجا میریم برای سه ستاره کردنش، چون همونطور که دیدید تورنیدوش رو هم از دست داد. الان یه دونه گریویارد و یه دونه بالون انداختیم، اینجا یه الکترو ویزارد هم میندازیم، فایبرش رو اشتباه میزنه یه جورایی. باید حواسمون باشه به در واقع کینگ تاورمون که امکان داره یه کارهایی بتونه انجام بده. خب اینجا ببینیم چی کار میکنه، چه کارتی استفاده میکنه. اگه الکسیر گالم رو دوباره از سمت چپ انداخت، شما پکار از سمت راست بندازید برای سه ستاره کردنش. اینجا یه بومبر میندازم و بعدش پکا، همونطور که بهتون گفتم. اینجا دیگه یه گریویارد هم میندازم. الان نکنین گلدن نایتشو چجوری کشیدن به سمتی که پکا نتونه بزنتش و پکا کینگ تاور رو بزنه. آخرین ضربه رو پکا میزنه و این بتل هم تمام میشه. بریم داشته باشیم بتل بعدی رو. بتل بعدی برای اینه که بریم رنک فکر میکنم 60 دنیا و اسمش هم میر هستش. میر، ما پکامون رو بازی کردیم. خب آینه داره لول 16 پرینسس. اینجا موندم که چیکار بکنم، تصمیم گرفتم که اون کارتی که انداخت فکر کنم راسکالز باشه اسمش، اون رو در واقع از بین ببرم و به در واقع اون پرینسس لول 16ش فعلا کاری نداشتم. اینجا دیدید به چه صورت اصلا همینجوری مونده بودم، چقدر زیبا تونستش در واقع بندیتش رو بازی بکنه. هم پکام رو از دست داد، در واقع جونش رو گرفت، هم دارک پرینسمون رو، در صورتی که به خودش هیچ ضربه‌ای وارد نشد. خب بریم بشه باشیم دفاع بکنیم، فعلا که از بازی عقب هستیم. امیدوارم که بتونیم بازی رو ببریم، چون یه بازی خیلی حساس هستش و توی کاپ حساسی هست. وقتی این بازی رو ببازی، بازی های بعد امکان داره که دوباره مثلا بازی بعد رو ببازی. و اینجا اشتباه میکنه و دارک پرینسمون تونست بالاخره یه ضربه وارد بکنه. اینجا من بندیتش رو بل کرده بودم و اینجا سه تا اکسیر انگاری که الکی انداخت، چون من بندیتش رو کاری نداشتم، میخواست بزنه دیگه و من برای اینکه میخواستم دفاع بکنم پکار رو نمینداختم 100%. اینجا یه بالون میدازم، اراز رو دستمون نگه میداریم و برای راسکالز فکر میکنم اسمش همین باشه میندازیم تا بالون یه ضربه بزنه. وقتی یه ضربه زد دیگه تمام میشه. خب دو تا ضربه میزنه، چقدر خوب. خب چون که هنوز به یه دقیقه پایانی نرسیده و الان رسید دیگه، الان باید حملاتمون رو ادامه بدیم و بیشتر بکنیم حملاتمون رو. یه پکا میندازم برای اینکه دفاع بکنیم، بندیتش رو با بومبر آخرین ضربش رو وقتی که زد دیدید که یکی از اون کارت های در واقع وال بریکرش از دست رفت و این خیلی خوب بود. الان دوباره بالون گریویارد و از بین بردن پرینسس و بعدش بالون. هیچ وقت اینو فراموش نکنید که اول کارت هایی که هوای زن هست رو از بین ببرید تا اینجوری بتونید دمیج وارد بکنید. خیلی هم ساده. خب ضربه‌ای که می‌خواستیم رو نزد، یعنی ضربه دوم رو اینجا باید خیلی خوب دفاع بکنیم، باید هوشمندانه دفاع بکنیم. راسکالز لول 16 پکا میندازیم، یه دونه الکترو ویزارد برای اینکه کاور بکنیم پرینسسمون رو. اینجا اروزمون رو بازی نمی‌کنیم، تصمیم می‌گیریم که دارک پرینس هم اضافه بکنیم و حالا اروز رو میندازیم، پکا فری میشه و تمام. همونطور که مشاهده کردید بتل بعدی بود و بسیار جذاب و حساس
برنده شدیم. بریم داشته باشیم بتل بعدی رو در مقابل سند باکس، یا همون اسم اکانتش کالجاد آرنا هستش، ولی در واقع اسم پشت این اکانت سند باکس است که فکر میکنم بشناسیدش دیگه، پلیر فوق العاده قدرتمند کره ای که توی سیارت واقعا خوش درخشیده و فوق العاده خوب بازی کرده توی همین یک سالی که در واقع به سیارل پیوسته، از خیلی از سیارل بازایی که چندین سال دارن بازی میکنن بهتره. و این بتل ترکیبی که تازگی ها خیلی مود شده رو استفاده کرده و دیشب یادم میاد که بهش باختم به همین ترکیب، امیدوارم که بتونم این دفعه ببرم. به این پلیر نباختم، به این ترکیب باختم و یه عروض میدازیم برای بندیت، بهترین کار ممکن. فعلا که 600 تا از همون دمیج برده، ما هم یه 50-60 تایی دمیج بردیم. فعلا نمیشه قضاوت کرد که این بازی برای ما میشه یا برای سند باکس. خب اینجا ما پکا رو دیگه باید پلی بدیم وقتی که الکسیرمون به 10 رسید. اینم یه نکته، هیچ وقت وقتی الکسیرتون به 10 نرسیده، مگر برای دفاع پکا رو استفاده نکنید، ولی برای دفاع کردن نه، اصلا فرق نمیکنه شما 7 تا اکسیر داشته باشی، 8 تا اکسیر داشته باشی، 10 تا اکسیر داشته باشی. خب اینجا گریویارد میندازیم، یه تورنیدو برای کمان کارت، یه بندیت انداخته، امیدوارم که نه، سه تا اسکلتو داره. من فکر میکردم که بندیتش رو پکا بزنه، ولی سه اسکلتش دیدم دیگه نمیتونست انجام بده پکا. الان اینجا بازی برابر شد، تا یک دقیقه پیش 600 تا ازمون دمیج برده بود و ما 50-60 تا، الان تقریبا برابر شده و کلا 100 تا ازش کمتریم. بالون رو ببین چجوری انداختم برای دیفنس کردن هانتر و همینطور تحت فشار قرار دادن حریف. این بهترین شکل ممکن برای انداختن بالون هستش، حتی برای ترکیب های دیگه. خب اینجا سمت راستمون رو میخواد که نشون قرار بده، اینجا بندیتش تحت فشار قرار میگیره و سریع از بین میره و این همون چیزی بود که ما میخواستیم، یعنی کارتاش رو از دست بده. ولی همونطور که دید دوباره کنانش رو انداخت و براش فرق نکرد، یه جورایی کنانش از دست میره، ولی متاسفانه پکای ما هم از دست میره، ما اینو نمیخواستیم. الان اینجای بازی ما از حریف جلو افتادیم. پکا هانترش رو دوباره بازی میکنه، ما دارک پرینس رو از عقب این دفعه میندازیم نه پشتش، تا سرعت بگیره و برسه به کارت هایی که در واقع میخوایم نابودش بکنیم. اینجا خیلی بازی حساس شده و ببینید دارک پرینس چی کار میکنه. واقعا با یه ضربه هانترش از دست رفت، ما اینجا بازی میتونیم راحت دفاع بکنیم. یه دونه پکا میندازیم، بندیت، یه گریویارد، تورنیدو خوبه، دمیج زیادی وارد کردیم، همین اسکلت هایی که داره از جلو مشاهده میکنید دمیج 600-700 تایی وارد کرد. دارک رینس رو میندازیم از کنار تاورمون. این دک خوبیش اینه که نسبت به دکای مشابه این که ماجیک آرچر نداره، اینش خوبه. دوباره هانتر از عقب، بالون از وسط، بهترین شکل ممکن برای انداختن بالون همین است، یه تورنیدو برای اینکه هانترش از دست بره. و بله همونطور که بهتون گفتم هانتر نباید زنده بمونه. ببخشید. خب اینجا پکا مرد ولی دارک پرینس رو داریم، ضربه آخر ببینیم میتونه دارک پرینس وارد بکنه یا نه. اکس بله، اسکلتون، اصلا اسکلت فوق العاده است، همونطوری که دیدید شاید بگم بالای بر 2000-3000 تا دمیج فقط و فقط در واقع اسکلت ها وارد کردن. خب همونطوری که مشاهده میکنید رنگ سه همون پلیری که در واقع میدونستم کالجا دی آرنا، همون در واقع پلیر معروف سند باکس بود. خب الان به یه پلیر دیگه خوردیم، همون بازی همون لحظه اول هوک رو انداخت و در واقع هوش بازی درست حسابی نداره. این نشون میده که وقتی همون اول هوگو میندازی در واقع نشون دهنده همین موضوع است. ما دارک پرینس رو میندازیم،
اصلا کارت ها رو نگاه بکنید. خب اینجا یه تورنیدو میندازیم و باید صبر بکنیم که اکسیرمون پر بشه، چون الان امکان داره هر کارتی بندازه، امکان داره هوج بندازه، امکان داره یه پرینس هم فکر میکنم داشته باشه، پرینس بندازه. باید ببینیم چه حرکتی رو انجام میده. پکامون آماده است. همون اول بازی بهتون گفتم این پدیده هوش نداره، هوش بازی نداره، منظورم اینه. خب الکترو ویزارد داره ضرباتش رو وارد میکنه، بمبش رام به بدترین شکل ممکن از بین در واقع میره. خب اینجا دارک برین سری میندازیم چون الکسیر هیچی نداره، فقط همین دوتا رو داشت. یه بتس میخواد بندازه و انداخته. اینجا بازی تقریبا دستمونه، ببینیم که چه اتفاق میفته. ما عروزمون رو میندازیم. اینجوری دست فکر کردم میگانایت هم میخواد از اون وسط بندازه و همینجوری مونده بودم چیکار بکنم، تورنیدو رو بندازم نندازم، ولی خب انداختم دیگه چون از این پدیدی بر میادی همچین کارایی. پرینس رو انداخته و اگه اینجا من الکترو ویزارد رو بندازم برای دفاع کردن پکام، 100% میگانایت رو میندازه و این یعنی در واقع سخت شدن بازی. هوگو نگاه کنید چجوری میندازه. ما یه گریویارد میندازیم چون امکان داره که از اون وسط در واقع میگانایتش رو بندازه. یه الکترو ویزارد میگانایتش رو بالاخره پلی میده. ما اول باید پرینسش رو از بین ببریم و بعدش میگانایت خودش از بین میره. یه اروز بتسا رو ایکاش از بین میبردیم، اشکال نداره. یه گریویارد میندازیم و یه بالون. خب اینجا با کدوم رو دفاع بکنیم؟ به نظر من اول پرینس و بعدش بومبر. اونجا رو نگاه کنید، یه دونه اروز و یه دونه تورنیدو. خب اینم از این، بریم داشته باشیم بتل بعدی رو. خب یه پلیر دیگه مگا سوهیل که پلیر خوبی قابل احترامیه و اینجا من نگفتم، نه در واقع گود گیم زدم نه اوپ زدم که مثلا برای مساوی باشه، ولی خب اون فکر میکرد که من میخوام باش مساوی بکنم، ولی من توی وقتی که دارم ویدیو میگیرم با کسی مساوی نمیکنم. پس بازی رو ادامه میدیم. یه عروض میندازیم. خیلی خب الان یه دونه تورنیدو یه ریز ناکن شروع میندازم. فقط نگاه کنید، بهترین شکل ممکن برای دفاع کردن یه همچین کارتایی همینه، همینی که مشاهده کردید. اگه تورنیدو رو میخواستم مثلا به عقب بکشونم میشود دفاع کرد، ولی اینکه کینگ تاور فعال بشه به همه چی میارزه، حتی به این 400-500 دمیجی که بهمون وارد کرده. و شاید مثلا اگه من با تورنیدو میکشیدم به عقب حتی یه دونه ضربه وارد نمیکرد، ولی میگم 400-500 تا ارزشش رو داشت و داره. یه گریویارد میندازیم، یه ارو سریعی که دارک مونیس اون از دست نره، یه دونه ضربه بزنه و بعد همون چیزی که میخواستیم، همون حرکتی که میخواستم انجام بشه انجام میشه. میگانایتش داره میاد، موردی نداره، با یه پیکا میتونیم جلوش رو بگیریم و این مشکل میشه اگه در واقع پشت میگانایت اینفرنو دراگون مینداخت، این مشکل میشد. خب یه دونه بومبر. اسکلتای اونور بازی رو فکر میکنم از دست دادیم چون اسکلتاش خیلی بهمون دمیج وارد کرده. یه دارک پرینس و یه دونه بالون. اینجا یه تورنیدو میزنیم چون میدونم که 100% میخواد این کارتش رو انجام در واقع بازی بده، همون اینفرنو دراگون که دو تا ضربه میزنه بالون و این همون چیزی بود که ما از این حمله انتظار داشتیم.
یه دارک فنیکس میندازیم که بتس‌هاش ضربه‌ای وارد نکنه به تاورمون. این خیلی مهم بود که وارد نکنه ضربه‌ای، چون من اگه خوب اداره بکنم بازی رو فکر میکنم بتونم یک هیچ بازی رو برنده بشم. بریم داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه گریویارد میندازیم اینجا سریع عروز، وای سریع ایول بومبرم ضربه‌ای که میخواستیم رو وارد میکنه. اینجا فقط دیگه باید دفاع بکنیم. کارت هایی داره که بتونه تاورمون رو بگیره و 9 ثانیه 8 ثانیه 7 ثانیه ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد انداخت ماینه رو شو و تمام. اینم از بتل یکی مونده به آخر. بریم داشته باشیم بتل آخر رو که این بتل رو بتونم برنده بشم، که کاپش هم حدود 70 تا 60 ثانیه از همون پایین تره و کاپ کمتری 100% خواهیم گرفت. اینو بتونم برنده بشم فکر میکنم رنگ 30 خورده‌ای بتونم بگیرم، 30 خورده‌ای. ببینیم چی میشه، امیدوارم بازی رو برنده بشم. خب اسکلتار انداخته، ما با این الکتروویزار دفاع میکنیم. خب اینجا من میخواستم به همراه بومبر و تورنیدو در واقع کینگ تاورم رو فعال بکنم که فقط 0.01 ثانیه کم آوردم. یه ضربه، یعنی در واقع یه ضربه اضافه زد در واقع تاورمون. خب بوگش رو چیز جاینتش رو به بدترین شکل ممکن میندازه. انداختن جاینت به این صورت اصلا فرق نمیکنه چه ترکیبی داشته باشی، دابل پرینس یا هرچی، این کلا نوع شیوه انداختنش غلط هستش. خب اینجا هرچی کارت هوایی زن داشت رو سوت میده و میتونیم اینجا راحت با یه دارک پرینس و یه بالون بدون اینکه نگاه بکنیم چه کارتی میخواد بندازه تاورش رو بگیریم. همیش صورتی که دارم انجام میدم الان. و الان اینجا فقط دونه اسنوبال داره، بله اسنوبال. اینجا یه ثانیه زودتر مینداختش عروزمون، امکان داشت 1-6 بازی مساوی بشه. اینجا فعلا که البته بالون ضربه آخر رو نزده هنوز، یعنی یه ضربه دیگه بالون میخواد، یا بالون یا پکا فرق نمیکنه. ولی اگه اینجا عروز رو زودتر مینداخت برای بومبر 100% من تاور رو از دست میدادم، حتی چون اسکلت های پشت دارک پرینس هاش میرسید به تاورمون. خب الکتروویزار رو میندازیم از تا مینیون ها دارن میان، سه مینیون. اینجا بهترین شکل ممکن برای بازی کردن پکا هست، چون دیگه نباید بذاریم بیشتر از این اکسیرمون سوخت بره و همونطور که 10 ثانیه اکسیرمون پر بودش. خب اینجا یه تورنیدو سری میندازیم، بعد زودتر مینداختم ولی اشکال نداره. دارک پرینس میندازه، اینجا خوب دفاع میکنه، در واقع تحلیل بازی هستش دیگه، هرچی که هر کار خوبی انجام بده باید بگیم. خب اینجا بومبرمون از دست میره، بهتر از اینه که شیلد دارک پرینس از دست بره. خب اینجا اروز برای سمینیونز و خب همونطور که انتظارشو داشتم اول تورنیدو میندازم تا حواس تاورمون به اسکلت ها بره و وقتی اسکلت ها از بین رفت در واقع ما جاینت رو بندازیم، دارک پرینس رو بندازیم. 9 ثانیه 8 ثانیه اوه 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 او. و همون اتفاقی که نمیخواستیم افتاد. نباید من اینقدر اکسیر خرج میکردم و داره چی کار میکنه دارک پرینس؟ جاینت ها دارن همینجوری دمیج وارد میکنن و فکر کنم بازی رو از دست دادیم. نه 517 تا. سری باید بالون رو بندازیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اوه 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 اینجا رو فقط نگاه بکنید، چه تورنیدوی زیبایی، تورنیدوی زدم که بازی رو گرفتیم. این تورنیدو بهترین، یکی از بهترین تورنیدوهای تاریخ بود میتونم بهتون بگم. و خب همینطور که مشاهده میکنید رنگ 36. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیوی من رو دوست داشتید لایک کنید و بنده رو حتما سابسکرایب بکنید، چون تنها راهی که من انرژی میدید همین است. مرسی.